در محضر عظما و سایر اراذلی که اینجا روی سن نشستند، مدل حکمرانی نوینی به عالم عرضه شد که دراکولا که بنده باشم پیششون جوجو محسوب میشم. و اونجا که بیتوجهی یا کم توجهی شد به رهنمودهای امام و رهبری و سیاستهای مصوب نظام ناشی از اوضاع پتال نظام بوده، شرط ادب و احترام این بود که من نعلین ایشون را میبوسیدم و حلقوم ایشان را میگازیدم. لیکن گلپا و آقا وحید حقانی گفتند به رغم دو فایزر شدن ایشان جانب احتیاط را بگیریم و آفتابداری و انتصاب و تنظیف ببخشید تنفیذ را از دور اجرا کنیم. اکنون زمان آن است که ریش تو ریش دست به دعا برداریم که ای عظما، تو خوب میدانی حضور من در این عرصه به عنوان یک طلبه کلاس ششمی و یک هفت خط مارخورده افعی شده با چه انگیزه ای صورت گرفت؟ اگر نبود ترس از آسفالت شدن دهان مقام عظمای ولایت، حضور در این عرصه برای بنده معنا نداشت. اما افتخار میکنم که یک آنگوزمان مخلص و یک پروپکان پاچگیر برای عظما و خدمتگزار کوچک برای حضرت عزی باشم.